رئیسش حرفای خوب شنیده و ذوق زده شده. دست آبجیم درد نکنه، اگه به اون خوبی عکس برداری نمیکرد من انقدر تحسین نمیشدم. آی دخترم برو بابا تو صدا بکن، چایش سرد شد. باشه الان صداش میزنم. الو ترگوت، امشب با دست پر میام. باشه باشه، شب میبینمت. باشه. بابا این پولا مال کیه؟ به تو چه؟ به تو چه؟ ای بابا. خوبه نه؟ آره خیلی. کجا داری میری شوکت؟ باز چی شده؟ چی شده دنیز؟ چیزی نشده مامان، مثل همیشه است دیگه. سلام، خوش اومدی. خیلی ممنونم عزیزم. داشتین درباره چی حرف میزدین؟ مزاحم که نشدم؟ نه عزیزم، چه مزاحمتی؟ حالا چطوره؟ خوبم. چه خبر عزیزم؟ سلامتی. خیلی خوب، شما بشینین، من میرم تو کار دارم. چی شده دختر؟ چرا ناراحتی؟ از وقتی اومدم رفتار بابا مجیب به نظر میرسه. شب خونه نمیاد، دیر میاد و هر شب میره مسابقه ساحلی. هر شب؟ این خیلی عجیب نیست؟ آره خیلی عجیبه. امشبم دیدم یه عالمه پول پیشش بود. جدی؟ پس انگار پولدار شدین و ما خبر نداریم. چون از چیزی مطمئن نبودم نخواستم به مامانم چیزی بگم، فهمیدی؟ به نظر من فعلا چیزی بهش نگو. تو رو خدا اینقدر ناراحت نباش دیگه. چطور میتونم ناراحت نباشم سلما؟ من فردا تعطیلم. جای قبلی که کار میکردم قراره نمایشگاه برگزار کنن، منم دوتا بلیت دارم. بریم بهمون خوش میگذره. من فردا باید برم برای مصاحبه کاری، بعدشم از این جور جاها خوشم نمیاد، میدونی که. نه خواهش میکنم دلمو نشکن. نه سلما جون، من از این جور جاها خوشم نمیاد، نمیشه. قبول کن دیگه، خواهش میکنم، از وقتی اومدی هیچ جایی با هم نرفتیم. بریم دیگه، مطمئنم خوش میگذره. اوف سلما، اوف، میدونی که نمیتونم دلتو بشکنم. مطمئنم بهمون خوش میگذره خیلی. الان اکثر جوانای ازمیر میان اینجا. فقط نمیدونم چرا ما اومدیم اینجا سلما. وقتی شروع کردیم به خوشگذرونی اون وقت میفهمی. عکسای آخر واقعا خیلی خوب شد. به خدا همش داره کار میریزه رو سرم، اصلا نمیدونم چجوری از پسش بر بیام. خوش اومدین. خیلی ممنون بورکه. سلام. سلام. سلام، چطوری بورکه؟ همین که دعوتنامه رو دیدم گفتم فوری بیام. واقعا از دیدنتون خوشحال شدم. شما بفهم. سلام. سلام، نمیرم پیش دوستان برمیگردم باشه؟ سلام چنار. سلام. 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 سلام چنار. خوبم. سلام، شما خوبی؟ سلام چنار، خوبی؟ سلام. سلام. سلام، شما خوبی؟ سلام. میخوای همینجوری اینه یه مجسمه اینجا وایسی؟ شنا که نمی کنی، حداقل بیا برقصی. دستشویی کجاست سلما؟ میخوای چی کار نکنه؟ بازم میخوای روش بزنی؟ سلما، میگم دستشویی کجاست؟ باشه بابا، اون طرف استخره. خیلی خوب، کیفمو میذارم اینجا، حواست باشه. آقا چنار؟ آقا چنار؟ بله؟ دنیز خانوم؟ واقعا معذرت میخوام، فکر میکردم کسی دیگه ایه، ببخشید. اشکالی نداره. ببینم اونی که داره باهاش حرف میزنه چنار کجا بیه. این دیگه کیه، داره چیکار میکنه؟ حالتون چطوره؟ خوبم، شما حالتون چطوره؟ ممنون. دنیز، دارن ازتون عکس میگیرن. کی داره عکس میگیره؟ آقا چنار، چرا داره ازمون عکس میگیره؟
من الان برمیگردم. همین الان باید اون عکس رو پاک کنی. چرا؟ کشش نه. وقتی میگم پاکش کن، پاکش کن. آقا چنار، این کار منه. کار تو اینه که یواشکی از هر کی دوست داشتی عکس بگیری. آره همینطوره؟ من یواشکی کاری رو انجام ندونم. اینجام یه فضای عمومی. ببین منو، با این حرفا نمیتونی گولم بزنی. فوراً اون عکس رو پاک کن. شما رئیس من نیستین آقا چنار. امیدوارم بهتون خوش بگذره. واسه ببینم اینجا چه خبره؟ یه لحظه صبر. برای بار آخر میگم اون عکس رو پاک کن. منم دارم میگم پاک نمیکنم آقا چنار. چی کار میتونی بکنی؟ خدای بهم صبر بده. ببینین آقای محترم، شما حق ندارین بدون اجازه از هر کی خواستین عکس بگیرید. من فقط دارم کارمو انجام میدم. اما شما باید از ما اجازه میگرفتید. چی کار میکنید؟ این کار شما جرم خانم. مجبورم نکنین به پلیس بگین. ببین منو دارم میگم زود پاکشون کن. فهمیدی؟ تو کی هستی که ما رو با پلیس تهدید میکنی ها؟ فوراً پاکشون میکنی. تو برای کی کار میکنی؟ اصلا تو کی هستی که ما رو تهدید میکنی ها؟ تو دستتو بکش. چرا خودو؟ زود باش بگیرینش. چرا خودو؟ واسه کمکت باشیم بگیریمش. چنار بیهوش شده. به خدا بیهوش شده. دنیز بارش برو کنار. دنیز 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 تو حالت خوبه؟ دنیز دنیز چشماتو باز کن. دنیز دنیز چشاتو باز کن. دنیز داره به هوش میاد. دنیز چیزی نیست، چیزی نیست، آروم باش. آمبولانس تو راهه الان. بورکی اون پسره رو برام پیداش کن. به خدا عجیبه، چطور تونسته وارد اینجا بشه؟ من تا حالا ندیده بودمش، نمیشناسمش. چنا اما نگران نباش، از روی فیلمای دوربینا پیداش میکنم. واقعا ازت معذرت میخوام. همه فیلما رو ببین، باید حتما پیداش کنی. باشه 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 بور. باشه تو خوبی دنیز؟ آمبولانس تو راهه، میریم بیمارستان. نه نمیخواد، لازم بریم دنیز. بذار دکتر معاینت کنه. سلمو من حالم خوبه، این که دارم نفس میکشم یعنی خوبم. واقعا خیلی ترسیده بودم. کاش کنار این عکاسی کلاس شنا میرفتی، یک کمی شنا یاد میگرفتی. سلما میشه امروز بیام خونه شما؟ نمیخوام مامانم منو اینجوری ببینه. دیوونه این چه حرفیه میزنی؟ تو بخوای بری خونم من نمیذارم. اینجوری نمیشه، من میرسونم بهت. نه نه خیلی ممنون. آره خیلی ممنون، خیلی ممنون. بریم. اینم که خیلی دیر کرد. این دختره کجامون؟ زنگ بزن ببین کجاست. پیش سلماست دیگه مامان جون. بذار یکم راحت باشه، اون تازه اومده، بذار با دوستاش باشه. ها ببین انقدر گفتی تا خودش زنگ زد. الو آبجی. جدی؟ باشه من بهش میگم. باشه باشه نگران نباش، منم میبوسمت. شب بخیر. چی میگه دخترم؟ امشب آبجیم خونه سلما اینا میمونه، گفت به مامان بگو نگران نباش. آی آخه چرا خونه سلما اینا بمونه؟ بیاد خونه خودش. مامان اون سالها تو ترابزون دور از ما زندگی میکرد، اما الان فقط دوتا کوچه بالاتره. نگران نباش. مامان ناراحت نباش، ما دیگه بزرگ شدیم و میدونیم که. اصلا همینطور نیست، برا مادرها بچه هاشون همیشه کوچیکن. ای وای پس بدبخت شدیم. ازتون ممنونم آقا چنار، شما زندگیمو نجات دادی.
وظیفم بود، کاری نکردم. من باید معذرت بخوام، همش به خاطر من بود. واقعا حالتون خوبه؟ جایتون درد نمیکنه؟ من خوبم، نگران نباشین. بازم ازتون خیلی ممنون. خب دیگه خداحافظ. به امید دیدار. دنیس، دنیس، چشماتو باز کن. دنیس، چشماتو باز کن، خواهش میکنم. دنیس، چی شده؟ سر صبح اینجا چی کار میکنی؟ صبح تو هم بخیر بابا. خیلی خوب، صبح بخیر. چی شد؟ همه چی رو به مامانت گفتی؟ چی شده؟ چی اومده به من گفته؟ هیچی بابا، با دخترم حرف میزدم. مگه نه دخترم؟ یه بار نشد زودتر بیدار شی. یالا دیگه برین صبحونه رو حاضر کنین. مردم از گشنگی. اگه شب شام میخوردی الان گرسنه‌ت نمیشد. صبح بخیر خانواده دوست داشتنی من. صبح بخیر دخترم. صبح بخیر دختر خوشگلم. چرا اینقدر صبح زود بیدار شدین و منم بیدار کردین؟ میخواستم بخوابم. میدونم بازم داری یه کارایی میکنی، اما نمیدونم چرا با دنیز اینطوری رفتار میکنی. شوکت، مگه چجوری رفتار کردم؟ چون تازه اومده، در مورد تو چیزی بهش نمیگم، اما تو هم داری از حدت میگذری. من نمیذارم کسی دنیز رو ناراحت کنه. شوکت، به جای اینکه اینقدر به این دختره تیکه بندازی، بگو ببینم از دیشب تا حالا کجا بودی؟ بیخیال تو رو خدا، آیسل، کجا میتونم باشم؟ یا قهوه خونم یا کنار ساحل. تو داری یه کارایی میکنی. به هر حال هرچی باشه بالاخره میفهمم. با دنیز درست رفتار کن، دیگه بهت هشدار نمیدم. انگار سلما دیشب نذاشته بخوابی. چی شده؟ انگار کشتی ها تو دره سیاه غرق شده. بابا یه جوری با هم رفتار میکنه. آبجی جون، بابا همیشه همین جوری بوده، چیزی عوض نشده. حالا چی گفته که انقدر ناراحت شدی؟ نمیدونم چرا اینجوری با هم رفتار میکنه. آبجی خوشگل من، الکی داری خودتو ناراحت میکنی؟ بابا همیشه همین جوریه، بی خیال دیگه. ببینم تو چرا لباس سلما رو پوشیدی؟ بعدم برات تعریف میکنم. صبح بخیر آسین. خوبی دخترم؟ بلند شو دیگه عزیزم، برات صبحونه آوردم. باشه مامان، بذارشم اونجا، بعدن میخورم. نمیشه که گشنه بمونی، بلند شو صبونتو بخور، بعدش دوباره بگیر بخواب دخترم. دلم نمیخواد. دیگه لازم نیست درباره این موضوع بحث کنیم، چون خودت دیگه همه چی رو میدونی. نباید بذاریم اسم و رسم خانوادگیمون مسخره دست مردم شه. این اصلا خوب نیست. میدونم بابا فهم. دیگه نمیخوام چیزی بگم، فقط کافیه دیگه تکرار نشه. فهمیدی پسرم؟ بابا
برای اینکه دیگه تو رو تو همچین شرایطی قرار ندم هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. پس یعنی این موضوع دیگه تموم شده است؟ آره بابا. امکان برگشتش هم نیست؟ ما خیلی وقت از هم جدا شده بودیم. قبل از اینکه برم آمریکا تموم شده بود. برای اینکه ناراحت نشین بهتون نگم. آخه پسرم، برای من از همه مهمترینه که تو ناراحت نشی. حالا اگه میگی این موضوع بسته شده و تمومه، پس بهتری دیگه بهش فکر نکنی، فراموشش کن. ببین، مهمترین قسمت یه زندگی خوب و شاد یه ازدواج موفقه. من فقط به موفقیت ها و پیروزی های شغلی تو نه، بلکه میخوام به خوشبختی و آرامشت هم افتخار کنم. دنیز چشماتو باز کن. دنیز چشماتو باز کن. دنیز خواهش میکنم. دنیز داره به هوش میاد. برای همینه که میگم به زندگیت نظم بده. دیگه وقتش رسیده پسرم. حتی داره دیرم میشه. بابا من نمیخوام به خاطر نظم بیافتم توی ماجرای اشتباه. مگه شما نمیگفتین بدون کار نمیشه زندگی تشکیل داد؟ اول کارمونو حل میکنیم، بقیهش خودش حل میشه. ای پسریم. همش همین بود، نزدیک بود خفه بشم. وای آبجی، اگه اتفاقی برات میافتاد چی؟ چنا، یعنی آقا چنار اگه تنفس مصنوعی به هم نمیداد تا الان مرده بودم. دقیقاً مثل تو فیلم. آره، زوج خوشبختی که با تنفس مصنوعی همو بوسیدن و عاشق شدن. بسه، مزخرف نگو آیکو. من چی میگم تو چی میگی؟ دارم میگم نزدیک بود خفه بشم. شوخی کردم آبجی خوشگلم. بعدشم من واسه عشق و اینجور چیزا وقت ندارم. خیلی ببخشید. تو اول عاشق شدی، نوبتی توه. چی؟ من عاشق شدم؟ نه خیرم. عاشق شدی دیگه؟ نه نشدم. بعدش با هم بریم لباس بخریم، باشه؟ باشه، خیلی وقت خرید نکردیم. این موضوع چنا رو هم فراموش کن، خواهش میکنم عزیزم. آسیم، من هر کاری که دارم میکنم به صلاح توه دخترم. نمیخوام ناراحت باشی. مامان من نمیخوام در این مورد حرف بزنم. اما من میخوام حرف بزنم. تو نباید تسلیم احساسات بشی، چون بهت صدمه میزنه. از عقلت استفاده کن. تو دختر عاقلی هستی. بگو تکین. شروع میکنیم. چه عجب. خودتو آماده کن، وقتی اومده میرم کارمونو گسترش میدیم. من که آمادم الان. سالها بود که منتظر این لحظه بودم.
به خدا اگه دستم یه دونه چاقو باشه، اگه یه لشکری که همشون شمشیر به دستم باشه رو برات نکشتم. و اینکه بفهمم کی باعث شد این بلا سر من بیاد اون وقت. این همه سال نتونستم پیدا کنم اون مرهار بیشرف که آریتو کشته بودم، نتونستی پیدا کنی. این حرف رو بهت کن و فهمیده چی شد. آدم وقتی تو زندان باشه فقط به یه چیز فکر میکنه. برادر من کم مونده، سب کن. میدونی حسین هنوزم خودشو مقصر مرگ حالیت میدونه. کسی که تو زمانه سخت همه مون بوده شایسته نیست اینجوری ولش کنیم. اما نه، شایسته نیست. آره خوبیت نداره. آقا یلچین، مشکل زمینای بخش بازسازی حل شده، دیگه هیچ مشکلی نداریم. باشو شما ادامه بدین، جزئیاتشو تو جلسه با هم حرف میزنیم. اگه میخواییم بریم. باشو. بله باشه پسرم، تو عکس رو بردار بیار، بعدن همدیگر رو میبینی. باشه مامان. باشه، منم و بارش هم داریم عکس رو نگاه میکنیم. همین که کارم اینجا تموم بشه میام پیشت. باشه، فعلا خدا نگهدار. خب نظر چیه، تموم میشه؟ تمومه دیگه عزیزم. خب میخوام بگم که کمک میخوای، اما زکی تو اونایی که تموم شده رو کنترل کن. باشه داداش، کنترل میکنم. اون کار چی شد ها؟ کدوم کار؟ گفته بودی راجع به اینجا منتظر خبر دادن دوستم هستم، اون چی شد؟ نه پرس بابا، اون دیگه خبر نداد. میخوای یه چیزی بهت بگم داداش؟ به نظرم یه بار با خانم دنیز امتحان کن. کدوم دنیز؟ آه اون دنیز. آره همون دنیز. یه راست شما با هم آشنا شدین؟ آره به طور خیلی عجیب. نه بابا اوکی. کجا؟ خب بعدم بهت میگم. بدم کن. دختر خوبی به نظر میاد، انگار چنارم ازش خوشش اومده. جدی میگی؟ من که اینجوری فهمیدم بابا. بگو زودتر بیا. باشه این که عالیه. برو دیگه ازم. پس من بهش زنگ میزنم. خب باشه بهش زنگ بزن. خیلی ممنون، جبران میکنم. برو خدافظ ازم. برو زکی. چی کار کردی؟ زکی؟ ای خدا، نقاشیایی که کشیدم خیلی خوشگل اومدن، خیلی دلگرم کننده بود. اگه بتونم مهارتمو نشون بدم بقیهش راحته، بقیه مشکلات خود به خود حل میشن. در ضمن لیلا خانومم خیلی بهم اعتماد داره. همه چی درست میشه عزیزم، هر جور که میخوای میشه. اگه منم بتونم کار پیدا کنم خیلی خوبه. آبجی جون وایسا، راستی تو کار مدلینگم همه رو متحیر کردی. معلوم نیست، شاید قبول کردن. نمیدونم مرته. مرت؟ حالا چطوره؟ همه چی رو بره؟ هیچی، بابجیم اومدیم بیرون. تو چی؟ آه نوشه جونت، پس موقع خوبی بهت زنگ زدم، خبر خوبی برات دارم. ببینم چی شده. توی استودیو بارش دنباله یه طراح ماهر میگشتن. دیروزم پیش چنار دوباره موضوعش مطرح شد. منم خواهرتو بهشون پیشنهاد دادم. امروزم دوباره به بارش یادآوری کردم. اما انگار اونا با هم از قبل آشنا بودن. مر چی میگی؟ واقعا این خبر خوبی بود. ممنونم. شما زودتر برین استدیو. باشه بارشم کل روز اونجاست، منتظرتونه. باشه باشه، خیلی ممنونم مرد. خیلی ممنون. خواهش میکنم، بهتره شما را بیافتین. منم یه سر میرم خونه، دوباره پیشتون میام. باشه باشه باشه، میبوسمت. آبجی خبر خوبی دارم. چی شده؟ پاشو پاشو باید بریم. پاشو دیگه. خب بگو کجا بریم. پاشو تو را بهت میگم. اوی کجون کجا میریم آخی؟ میگم بیا بهت میگم. عجبا چی شده، بازم ناراحتی؟ آیی شوخی نکن، خیریه. آه ببین بگو، سبک میشی، چی شده؟ انگار همون کاری که گفتی میشه. شوکت داره تو این شبا دیر میاد خونه. هنوزم نمیاد، من که بهت گفته بودم. به منم احمد گفته بود. ترگوت آدم خوبی نیست.
اینطور گفت خیلی بد شانسی آوردم. پولی که تو دو هفته جمع کردم یه روز از دست دادم. آ ببین چی میگی داداش. این کار اینطوریه. همیشه نمیتونی برنده باشی. بعضی وقتا میبازی. نباید ناامید بشی. ادامه بده. بازی کن. بازی چجوری کن. بازی کنم؟ کلیه هامو بفروشم؟ با دید باز نگاه کن. برات وام میگیرم. هر وقت برنده شدی پولشونو پس بده. جدی میگی؟ واقعا واسم این کارو میکنی؟ آره میکنن بابا. منو دست کم نگیر داداش. آره. خوبه. خیلی ممنونم. نوشه جونتون. خب دنیز خانم حل دیگه نه؟ مبارک باشه. مبارک بگیم؟ بگیم بگیم. آقا برش نمیدونم چی بگم، خیلی زود کارا پیش رفت. خیلی ممنونم، واقعا ممنونم. خب به نظرم از من تشکر نکن، از مرد تشکر کن. حتی چنارم شریکه، اگه اونو نمیبودن من تو رو نمیشناختم. به خاطر کاری که به خاطر کار چنار کرده بودی هر دومون از کارت متحیر بودی. خیلی ازتون ممنونم. دیگه این رسمیات رو بذار کنار، باشه؟ حل دیگه؟ حله. عالیه، امروز چه روز خوبیه. آره درسته، روز خیلی خوبیه، ولی ما اینجا گیر افتادیم. آه قهرمان اصلیم اومد. آبجی مرد خوش اومدی. خیلی ممنون. خوش اومدی. ممنون. خب چیکارا کردین؟ خب توافق کردیم دیگه، میخواییم با دنیز قرارداد ببندیم. آه چه اینطور، خبر خیلی خوبیه، خوشحال شدم. خیلی ممنون. خب دنیز میتونی فردا بیای شروع کنی. آه فردا؟ فردا نمیشه، من امروز باید شروع کنم. چون آبجی من نمیگم، اما خیلی به کارش اهمیت میده. خب راستش همونطور که آقای یالچین میدونه مشکلات حل شده و همه چی آماده است. آقا چنان میشه پرونده رو بررسی کنم؟ البته اگه براتون مشکلی نداره. نه هیچ مشکلی نیست، کار مشترکمونه. بفرمایید. مطمئن این مجوز کاری رو گرفتی؟ آره آره. ببین مجوز اینجاست. در ضمن چون زمین رو بزرگتر کردیم فکر نکنم مشکلی پیش بیاد. آقا چنار، آقا سردار، ممکن نیست اینجا رو بتونین بزرگترش کنین؟ کنارش منطقه محافظت شده است. اگه مجوزم بدن از شهرداری شکایت میکنن. داری جدی میگی؟ فقط آقا چنار اون نقشه به روز رسانی نشده، یعنی از شهرداری شکایتی دریافت نمی کنیم چون با همه جا حرف زدیم و مجوزهای قانونی رو گرفتیم. من بازم می خوام تحقیق کنم. آقا سردار بالاخره می خوایم پروژه چند میلیون دلاری رو شروع کنیم نه؟ فردا پس فردا مشکلی پیش نیاد. در ضمن بابا فهمی از این اشتباهات اصلا خوشش نمیاد. خوش اومدی ساده. سلام آقا فهمی، پرونده ای که میخواستی رو آورده. خوبه، چیزیو که نفهمید نه؟ فهمیده، حتی خواستن تلفن رو بگیره اما نمیدونه کی هست. یه مدتونو از اینجا دور نگه دارین، این طرف ها نگرده. چشم. اون طرف وضعیت چطوریه؟ با یه نفر به اسم محمود حرف میزنه، اونم مثل تکین به خاطر قاچاق بهش حبس خورده. فکر نکنم به ما ربطی داشته باشه، احتمالاً تو زندان با هم دوست شدن. فکر نمی کنی احتمالاً قبلاً ها با این خبرهای احتمالی نمی اومدی؟ باید بیشتر دقت کنی، اگه دست کم بگیری همون به تاسیب می زنه. راجع به محمودم تحقیقات کامل انجام بدی. کیه؟ چی کار است؟ باشه، بررسی می کنم. خیر باشه، عصبانی هستی؟ چی شده؟ چی میخواستی بشه بابا؟ همونطور که فکر میکردم آقا چنار اومده و برامون درد سر شد، فقط همینو کم داشتیم. اینقدر اهمیت نده. جناب میخواد مجوزا رو خودش بررسی کنه. بذار بررسی کنه، هیچی نمیتونه پیدا کنه. نمیتونه هیچی پیدا کنه. درسته، اما و اگر نداره سردار،
چنار چی میدونه کارا اینجا چطور پیش میره؟ بذار فکر کنه آدم بزرگیه. وقتی که از پشت هلش دادی خودش میفهمه که تو لبه پردگاهه. میدونم بابا، میدونم، اما این رفتارش منو عصبی میکنه. ازت خواهش میکنم سردار، تو کار خودتو انجام بده. پسرم میدونی که نباید از این به بعد رد پایی از خودمون به جا بذاریم. میفهمی که؟ فهمیدم بابا، فهمیدم. الان به خاطر این خبر متاسفم. اینطوری اصلا خوب نشد. نگرانت شدم. حالت خوب شده؟ خوبم عزیزم، ممنون. نگران نباش. منم نمیدونم چطوری اینطوری شد. اگه بدونم که این کارو کرده. به هر حال ولش کن. تو خودتو ناراحت نکن. الان کجایی؟ خونم چطور؟ آقا بارش، بارش، اون پرونده هایی که باید درست بشن و جدا کردم و اونایی هم که باید به ترتیب زمانی می بودن و تقریبا تموم کردم، میشه حالا برم؟ دنیز جون، به خدا دیگه لازم نیست از من اجازه بگیری. اینجا محل کار خودته دیگه. دیگه با هم میریم. در ضمن کار سه روزه رو تو یه روز انجام دادی. یه نفر باید از تو یاد بگیره بابا. داداش، خیلی بده به خدا. مطمئنم منم باید از اون یه چیزایی رو یاد بگیرم. درسم من فکر میکنم با هم کارهای خوبی انجام. آره دیگه، پس الان یه فصل جدید عکاسی رو شروع میکنیم. بله زن داداش. چنار، وقت داری؟ آره میرم استدیو. بگو زن داداش. الان عصبی میشی، اما من صبح با الا حرف زدم. اصلا نمیخوام در موردش حرف بزنم. یه بار گوش بده. حالش اصلا خوب نبود، وضعیت مناسبی نداشت. بعدش چند بار زنگ زدم اما جواب نداد. یعنی نکنه چیزی شده باشه. زن داداش، دیگه راجع به الا نمیخوام چیزی بشنوم. اینطوری نگو چنار. اگه سر دختره یه بلایی بیاد خودتو مقصر میدونی. یعنی هرچی هم که بین شما شده باشه باید انسانیت داشته باشیم. حتما به خاطر کاری که آسین کرده دختره خیلی ناراحت شده. زن داداش اگه خیلی نگرانشی یه نفر رو بفرست پیشش. الا خودش بلده مواظب خودش باشه. فکر نمی کنم چیزیش بشه. نمیدونم چنار، نگرانش شدم. خب اگه کار نداشته باشم خودم میرم پیشش، اما گیج شدم چنار. واقعا نمیدونم دیگه چی کار کنم. باشه زن داداش، باشه. من رسیدگی میکنم. زنگ میزنم، نشد میرم پیشش. ممنونم چنار. خیلی خوب میشه. به هم خبر بده. باشه؟ باشه زنده داشت. خدا نگهدار. مرت، از چنار خبر نداری؟ نه ندارم. آسین، من با عمو چنار طرف زدم. میره پیش الا. تلفنشو جواب نمیده. پیش الا میره؟ بابام کجاست؟ هنوز نیومده؟ نمیدونم. الان میاد. بذار بهش زنگ بزنم. دستگاه مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. لطفاً بعداً شماره گیری کنید. عزیزم، من تا یه ساعت دیگه میرم. اگه بخوای میتونیم با هم یه قهوه بخوریم. نظرت چیه؟ حتما بازم جلوی تلویزیون خوابش برده. ببینم خیلی دوستم داری. نه
یالچین کجایی تو؟ گوشیتم که خاموشه. اگه کاری رو که فکر میکنم داری میکنی، اون روی منو حتما میبینی یالچین. این چه وضعشه؟ کیه در میزنه؟ نمیدونم. نمیشه در رو باز نکنی؟ نمیشه یالچی. چنار؟ چنار پشت دره. چی؟ زود باش برو حموم، زود. مزخرف نگو، بذار در بزنه، آخرش میره. یالچی این دیده چراغ روشنه، نمیخوای که ما رو با هم ببینه؟ نه چنا، غافلگیرم کردی. سلام الا، خوبی؟ خوبم، چرا باید خوب نباشم؟ بیا داخل. نه ممنونم، زن داداشکم نگرانت شده بود، گفت بیام پیشه. زنگ زده بود؟ آره، میدونم الا، اما اهمیتی نداره چون ولش کن، انگار مهمون داری، من مزاحمتون نمیشم. خدا لعنتش کنه. صبح بخیر بابا، خوبی؟ نکنه مریض شدی؟ میبینی که خوبم. خب باشه، پس خدافیز. دنیز بیا اینجا دخترم. اون پولایی که دیروز تو دستم دیدی همش مال قهوه خونه بود. من قرض زیاد گرفتم، میخوام باهاش کار کنم، پول در بیارم. خب لازم نیست اینا رو از مامانم قایم کنی با. تو مامانتو نمیشناسی؟ اگه بفهمه از بقیه پول گرفتم خیلی غرغر میکنه. نمیخوام همیشه پشت اون چرخ خیاطی بشینه. نمیخوام اذیت بشه دخترم. میدونی چی میگم؟ بابا، ما یه خانواده ایم، لازم نیست اینا رو از هم قایم کنی. من دخترتم و همیشه پیش تو میمونم، بغلت میکنم. یه شغل پیدا کردم، حتی بکارم شروع کردم. مبارک باشه دخترم. خیلی ممنونم بابا. نگران نباش، به زودی مشکلات مالیمونم برطرف میشه بابا. خب الان باید برم دیگه. مواظب خودت باش. تو هم همینطور بابا.